آیا انقلاب ایران کار انگلیسی ها بود؟ آیا دولت های غربی پشت شاه رو خالی کردند؟ کنفرانس گوادلوب که میان رؤسای دولت چهار قدرت اصلی بلوک غرب و یک ماه قبل از 22 بهمن برگزار شده بود چه نقشی در انقلاب و همزمان چه پیامی برای شاه و خمینی داشت؟ امشب نشست گوادلوب رو زیر ضربه میبریم شاید برقراری ارتباط بین کریستوف کولوم و روح الله خمینی غیر ممکن به نظر بیاد اما این دو در این نقطه حدود یک ماه پیش از انقلاب به هم برخورد می مجمع الجزایر گوادلوب نه روز قبل از خروج شاه از ایران رؤسای چهار قدرت غربی در اینجا دور هم جمع می تا در مورد مسائل جهان با هم حرف بزنند یکی از اون موارد وضعیت ایران و مشخصا شاه و خمینیه حالا اینا چه به کریستوف کولوم داره؟ 500 سال قبل کریستوف کولوم اولین اروپایی بود که به اینجا قدم میذاره و اسمش رو میذاره سانتا ماریا دو گوادلوب یعنی مریم مقدس گوادلوب این مجمع الجزایر دورترین نقطه اتحادی اروپا است و در حال حاضر جزء خاک فرانسه به حساب میاد خب جای تعجب هم داره فرانسه کجا و اینجا کجا وسط کارایی در واقع این میراث دوران استعماریه و بعد از دست به دست شدن بین قدرت‌های اروپایی دست آخر به فرانسوی ها رسید فرانسه از سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان غربی وقت دعوت کرد تا در مورد بحران ایران، جنگ کامبوج، افزایش و نفوذ شوروی در خلیج فارس و کودتا در افغانستان مذاکره کنند. اون قسمتش که به ما مربوط میشه اینه که تصمیم چهار قدرت بلوک غربی بر این شد که شاه ایران رو ترک کنه. جیس گاردستن رئیس جمهوری وقت فرانسه میگه از نظریه آمریکایی ها قافلگیر شده بود و از قول جیمی کارتر نوشته اوضاع ایران بسیار آشفته است و شاه دیگه نمیتونه دوان بیاره به هر حال نتیجه این شد شاه نه روز بعد از کنفرانس این چهار نفر ایران رو برای همیشه ترک کرد مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت اما آیا واقعا خروج شاهکار غربی ها بود و همه چیز در گوادلوب تصمیم گرفته شد؟ هرچند غرب از شاه به خاطر نفت و ماجرای اوپک کمی دلخور بود اما بذارید به شرایط اون زمان از نزدیک نگاه کنیم اردیبهشت 57 در افغانستان کودتا میشه و یک دولت چپگرا سر کار میاد نکته مهم اینه که این کودتا به پشتوانه اتحاد جماهیر شوروی بود در بحران کامبوج هم که از مسائل مطرح شده توی کنفرانس بود میتونید رد پای شوروی رو پیدا کنید ما توی دوره هستیم که آمریکا و شوروی برای هم دندون تیز می‌کردند جهان از جنگ اتمی می‌ترسه و غرب از نفوذ شوروی کمونیست انگار کنفرانس گوادلو بیشتر درباره قدرت گرفتن شوروی و نه در مورد ایرانه ایران اما همسایه شوروی و افغانستان و اوضاعش کاملا ناآروم جنگ داخلی در ایران یعنی نفوذ شوروی در ایران و افتادن میدان به دست چپها و غرب یک ایران کمونیست نمیخواست. بعضی از اعضای خانواده شاه از ایران خارج شده بودند. ایران آشفته و شاه توان روحی حکومت را رو از دست داده بود. حاضر 57 رئیس سازمان جاسوسی فرانسه به ایران میاد و از شاه کسب تکلیف میکنه که آیا خمینی را از فرانسه اخراج کنه یا نه. میدونید که اون موقع رفتن به فرانسه برای ایرانی ها کار سختی نبود. و شاه میگه که خمینی رو همونجا نگه دارند. اسناد تاریخی میگن که آمریکا و بریتانیا تا آبان 57 هدفشون نگه داشتن شاه بوده اما ضعف شاه باعث میشه اونها فکر کنن اوضاع داره از کنترل خارج میشه فرستاده فرانسه به ایران شاه رو به لویی 16 هم تشبیه میکنه یعنی کار شاه تمومه از آذر 57 شکست شاه برای دول غربی قطعیه حالا باید تصمیم گرفته میشد چه کسی جای شاه بشینه و چه کسی بهتر از یک رهبر مذهبی که در تماسهای مخفی با آمریکا و فرانسه وعده داده منافع غرب در ایران رو حفظ کنه شما می بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه و جوان ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند به نظر میاد خمینی به آمریکایی ها رو دست زد اما واقعیت اینه که ایران دست شبها نیفتاد مسیر انقلاب به جنگ داخلی نکشید و اتحاد جماهیر شوروی هم 13 سال بعد از انقلاب ایران فرو پاشید کنفرانس گوادلوب شاید نه آخر به سلطنت شاه که کنفرانسی در مورد شوروی و ایران بعد از شاه بود